موضوع بعدی برای ویزای J1 این هست که خب شما الان از یک استادی اوکی گرفتی، اسپانسرت هم میخوان بشن. خب با شما وقت مصاحبه میذاره همون استاد، باش صحبت میکنی، حالا بعدش ممکنه بگه که شما ریفر بده به HR و به اون هیومن ریسورسشون که کارهای ادامه کارتون رو انجام بده، که حالا فرم DS-2019 و اینها رو براتون آماده کنن، یه فرم 2019 رو برات آماده میکنن، برات میفرستن که حالا تو اون فرم شما به اصطلاح به سیستم سرویس انرول میشی و یک شماره هم بهت، یه شماره هم اونجا داره و امضای اون کسی که اونجا اسپانسر شده که معمولا حالا رئیس اونجا هست، اون تو اون در واقع تو اون برگه هست. و بعد از اینکه شما این فرم رو گرفتی، اون موقع باید وقت سفارت بگیری و البته مثل بقیه ویزای نان ایمیگرنت شما باید فرم DS-160 رو پر کنی، که من یه فیلمی گذاشتم کامل از پر کردن فرم DS-160 که اون رو برید بررسی بکنید. و بعد میرید توی سایت و آدرس سایت هست ceac.state.gov. توی این سایت که بری میتونی فرم DS رو پر کنی، محل مصاحبت رو انتخاب میکنی، حالا هر کشوری که میخوای مصاحبه بری، و بعد فرم DS تو همونجا پر میکنی. و حالا اول کار حواست باشه یه security question ازت میخواد، یه application ID بهت میده که اگر خواستی که اونو یادداشت کن، که اگر خواستی مثلا از سایت بیای بیرون دوباره برگردی پر کنی، اینها اینو داشته باشه، پس اینو یادداشت بکن حتما. و یک چیزی که ممکنه توی این DS-160 اینجا براتون چالش ایجاد بکنه، intended date of arrival هست. یه سوالی هست به نام intended date of arrival. این سوال intended date of arrival رو شما باید اینجوری در واقع جوابش اینه: از اون روزی که پروگرامت استارت میخوره، از اون روزی که پروگرامت استارت میخوره اون میشه intended date of arrival. خب یعنی شما کار به این نداری که مثلا استاده گفته چی، یا مثلا شما میخوای یک ماه قبل بری اونجا کاراتو بکنی، هرچی intended date of arrivalت میشه اون روزی که اون پروگرام شروع میشه. اینا رو مد نظر داشته باشید. و حالا هدف ویزا و اینها رو هم که تو سفارت ازتون میپرسن که بعدن حالا باز دوباره باید راجبش صحبت بکنیم. و در نهایت شما اون فرمو که پر کردی میری برای وقت سفارت گرفتن، که حالا وقت سفارت هم خودش داستان داره، یا عالمه حالا ممکنه وقت سفارت اویلیبل باشه نباشه، هرچی که هست. بعضی افراد هم هستن که ظاهراً کمک میکنن ملت وقت سفارت میگیرن، ولی بهتره که خودتون بگیرید که شامل هزینه چیزی نشه. و باید ولی آنلاین باشی همینجوری، که مثلا یه نفر اگر گفت، یعنی یه زمانایی هست یه سری افراد هستن به اون وقتی که قبلا تعیین کردن نمیرسن، میان وقتشون رو ریسکجول میکنن. خب تا اینا برداشتن از اونجا، یعنی تا اینو کنسل کردن، تو باید سریع اونو ببینی اون وقت رو بگیری. این حالا یه راهشه. راه دیگه اش هم اینه که حالا یه وقتی رو انتخاب بکنی که سیف باشه دیگه، حالا مثلا 6 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، هرچی که خودت میدونی، هرچی که میشه. این حالا وقتی سفارت گرفتن هم باز بعضی وقتا داستان داره که، ولی خب قابل حل دیگه. و یک مورد دیگه اینه، شما با ویزای J1 وارد آمریکا شدی، تا کی میتونی رو ویزای J1 باشی؟ تا 6 سال شما میتونی این ویزا رو تمدید کنی، سالانه میتونی این ویزا رو تمدید کنی. خب سالانه میتونی این ویزا رو تمدید کنی، پس بنابراین دوباره باید فیا رو بدی، دوباره باید اون مرکزی که اسپانسرت هست دوباره این کار بکنه. ولی دیگه توی آمریکا این نیست که دیگه ویزا صادر نکنن، فقط یه تمدیده و مشکل خاصی نداره. و اگر که توی این مدت 6 سال به هر حال یه زمانی شما میتونی بری برای رزیدنتی، اونم باز رزیدنتی ها، خیلی از رزیدنتی ها یا روی پروگرام J1 هستن یا روی پروگرام H1B، که حالا پروگرام H1B از جهاتی بهتره، چون دیگه ویورت هم، یعنی دیگه نیاز به ویور هم نداری، داستان تموم میشه و شما میتونی در ادامه بری گرین کارتتو بگیری. خب ولی خب مشکلات خودشو داره. پروگرامی که H1B دارن پروگرامایی هستن که معمولا تعداد پروگرامای کمتری هستن
و حالا بعدا ممکنه شما مشکل داشته باشی برای فلوشیپت، بعدا مشکل پیدا کنی و حالا بقیه ماجرا که کاری الان ندارم بشه. ولی معمولا اینه که شما به جی منتقل میشی، یعنی شما یا از یک مرکزی که دارید ریسرچ میکنی به یک مرکز ریسرچی دیگه منتقل میشی، از جی به جی منتقل میشی، یا میری رزیدنتی که رزیدنتی یا حالا از جی به جی منتقل میشی یا از جی به H1B. H1B رو حالا کاری ندارم، از جی به جی وقتی تو منتقل میشی در نهایت شما میتونی 3 سال هم اکستند بکنی و این کل مدتی که باشه 9 سال، حالا حدودا شما حساب کنید 9 سال 10 سال شما میتونی با همین ویزای جی ادامه بدی. خب و این از این هست. حالا این تو یر هوم رزیدنسی رو هم خب داستانی هست که بعضی مدتی میگن آقا شما باید بری و برگردی هوم رزیدنسی تو بگذرونی، که اونو من یه ویدیو آماده کردم برای اینکه حالا چجور شما بتونی اینو ویف کنی، که حالا چند تا راه داره. یکی از راهاش اینه که شما یه زنی شوهری چیزی داشته باشی که سیتیزن باشه، یا بچه‌ای داشته باشی سیتیزن باشه، بگی که آقا اینا مشکل ایجاد میشه، یا بگی آقا من برمیگردم خطر داره برام، یا اینکه تو یه سری پروگرامایی که دولت میخواد شرکت بکنی و این 2 سالتو بری یه جای محرومی توی خود آمریکا کار بکنی. و کاتگوریای ویزای J1 رو هم که من توی یک ویدیو دیگه توضیح میدم که حالا به در بچه های پزشکی دیگه نمیخوره، همین براتون کفایت میکنه. ولی این هم بدونید که برای ویزای J1 یه آپشن دیگه وجود داره و اون آپشن ابزرورشیپ هست، فلوشیپ و رزیدنسی مستقیم هست. شما این آپشن رو هم داری در صورتی که، ولی خب مخصوصا رزیدنسی که بخوای مستقیم مچی مستقیم با همون بری، باید نمره فوق یعنی خوبی داشته باشی، خیلی خوبی داشته باشی و حالا کانکشن خوبی داشته باشی، CV خوبی داشته باشی، همه اینا اگر اوکی باشه احتمالش این هست که واقعا یعنی شما همینجوری راه دور مصاحبه بکنی و کارتو انجام بدی. چون یه تغییر بزرگ الان اتفاق افتاد در سیستم آمریکا، اینه که شما برای اینکه ECFM سرتیفای بشی نیازی نیست که توی خاک آمریکا باشی. قبلا اینجوری بود که شما باید CS رو توی آمریکا میدادی و اگر نمیتونستی بری به آمریکا برسی ECFM سرتیفای هم نمیشدی، ولی الان اینجوری نیست. شما میتونی SB1, 2 و OET رو خارج از آمریکا بدی و در نهایت هم سرتیفای میشی و با همونم میتونی برای مچت اقدام بکنی. خب و میتونی با همونم مصاحبه بگیری و مصاحبه ها هم بعد از کووید داستان شد سر مصاحبه های آنلاین و احتمالاً همین جوری هم باقی خواهد ماند. دیگه مثل زمان قدیم نیست و دیگه را بیفتی بری این شهر و اون شهر یه عالمه هزینه کنی و داغون بشی و بعدم بخوای برای هر مصاحبه ای چندین روز وقت بذاری. خب الان دیگه اینجوریه، تو خونت نشستی پشت مانیتور و صحبت رو میکنی. یعنی شما میتونی اصلا تو آمریکا نباشی و توی مچ رزیدنتی شرکت کرده باشی. این خیلی مسئله است، مسئله یه که خیلی به کمک بچه های IMG میاد و همونجا هم برات ویزای جی صادر بشه و شما بتونی کارت انجام. پس این هم شدنیه، هست. البته یه سری سختی هایی داره، یه سری مشکلاتی داره و که حالا من حالا بعداً راجع به صحبت میکنم. شما باید یه سری ابزرورشیپ حتما گذرونده باشی، یا اینکه حالا بر اساس حالا بیشتر بیسش تلمدیسین هست، یعنی تلمدیسین به شکل تلمدیسین اومده باشی ابزرورشیپ یا هنزان حتی گذرونده باشی و که حالا من بعداً دوباره راجع به این صحبت میکنم. ولی این شدنی هست، شاید بهتر، یعنی ولی این یه واقعیت هست. هر موقع که براتون ویزا بتونید صادر بکنید، یعنی بتونه صادر بشه، شما بتونی که ویزاتو بگیری، قطعاً امتره که شما این کار حتما انجام میدین، معقولتره، جواب بیشتری هم میگیری و بقیه ماجرا. امیدوارم مطالبی که براتون گفتم به درتون خورده باشه و امیدوارم شاد و سلامت باشید.